به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 2 خرداد 1403 برابر با 22 ماه می 2024 سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. پاسدار زاکانی، شهردار چپ‌حولگر تهران، بعد از هلاکت رئیسی با حضور مکرر در رسانه‌ها و با تبلیغات می‌خواهد خود را به عنوان گزینه جدی جناح حاکم برای انتخابات مطرح کند. مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا: وزارت خارجه آمریکا بایستی روی قربانیان واقعی تمرکز می‌کرد. جلاد تهران هزاران شهروند ایرانی و بسیاری دیگر را در سراسر جهان کشته است. تام مک‌کلینتاک، نماینده کنگره آمریکا: رئیسی معروف به جلاد تهران کشته شد. دنیا بدون این دیکتاتور ظالم مکان بهتری است. رئیسی قاتل سنگدل و عضو هیئت بدنام مرگ در تهران بود. او در تمام دوران حکومت وحشتناک خود بر اعدام هزاران زندانی سیاسی نظارت داشت. آسوسییتد پرس: رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با کمترین میزان مشارکت در تاریخ کشور به ریاست جمهوری رسید و ریاست سرکوب گسترده همه مخالفان را بر عهده داشت. او به دلیل نقشش در اعدام‌های جمعی در سال 67 و بدرفتاری با معترضان و مخالفان وقتی در رأس قوه قضاییه رژیم ایران بود با تحریم‌های آمریکا مواجه شد. فاکس نیوز: منتقدان سازمان ملل متحد را پس از نیمه افراشته کردن پرچم برای یادبود رئیسی قاتل به طور جمعی مورد انتقاد قرار دادند. سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا: سیاست دولت به شدت ناقص است. ارتباط برقرار کردن و نرمش شکست خورده است و فقدان هر گونه استراتژی جدید برجسته شده است. رژیم ایران حمایت خود از تروریست‌ها را دوچندان کرده است.